بسم الله الرحمن الرحیم دوستان گران قدر به درس روز هفتم برنامه کویک بوکس خوش آمدید. البته این بخش که است بخش دوم روز هفتم است. ریکارد قبلی که بود او بخش اول روز هفتم بود و این بخش دوم روز هفتم است که در روزی در بخش اول روز هفته ما شما روی اضافه کردن گروپ آف کستومرز در برنامه کویک بوکس کار کردیم. امروز ما شما روی اضافه نمودن یا اد کردن جابز تو کستومر، یعنی اضافه کردن یک جاب مشخص به مشتری مشخص صحبت میکنیم. برای اضافه کردن جاب تو کستومر باز میایم به برنامه کویک بوکس. اولین کاری که ما شما قبل از اضافه کردن جابز باید انجام بدیم انتخاب مشتری است که به کدام مشتری تو میخوای که یک جاب مشخص اضافه کنی. مثلا ما میخوایم به علی یا به علی خان یا به علی احمد یا به محمد اسلام، هر کدام از یا که باشن، یک جاب مشخص اضافه میکنم. خب اولین کاری که باید ما انجام بدیم انتخاب کردن مشتری است. وقتی که مشتری را انتخاب کردی بعد از میایم دو قسمت بالا که ما شما از اوجه مشتری را اضافه میکنیم روی اد جاب کلیک میکنیم و یا هم یک قسم میتونیم که روی مشتری رایت کلیک کنیم. در اینجا اگر شما متوجه باشین یک کماند است به نام اد جاب. از این قسمت هم ما میتونیم که یک جاب مشخص که ما با یک مشتری انجام میدیم او را در اینجا درج یا اضافه کنیم. خب قبل از اینکه ما روی اد جاب کلیک کنم، ما میایم دینی روی دسکتاپ ما یک فایل جور کردیم به نام پروژکتس details یا project details. double click میکنم روی اینمی فایل اکسل. در این فایل اکسل امرای ما چندین کالم هستن. کالم اول نمبر است، سیریل نمبر. کالم دوم نام مشتری است. کالم سوم کمپانی نیم است. بعد از او project description یا DESC. بعد از او start date است. بعد از او end date است. بعد از او total project cost است. مثلا ما بینیم علی احمد که از کمپانی ودان است یک مشتریم است، بر از ما روی یک پروژه کار میکنیم یا یک پروژه را بر شروع میکنیم. نام پروژه که است یا پروژه دسکریپشن که است کویک بوک ترنینگ است تو فایننس استاف. موسی ودان یا اداری ودان از ما تقاضا کرد که شما بیاین به کارمنده بخش مالی ما یک ترنینگ کویک بوکس پروواید کنیم و ما گپ زدیم که بله ما ترنینگ پروواید میکنیم، مگر ترنینگ تون تقریبا یک ماه وقت میگیره. اگر ما تاریخ اول انتخاب کنیم به شکل یک مثال از اول 2020 این پروژه شروع میشه، اینمی پروژه شروع میشه، مای دوم تاریخ اول 2020 چی میشه؟ خلاص میشه و اینقدر گپ زدیم که مکمل ماست پیشتون این قبول میگیریم. دیگه که است مشتری دیگه ما که است به نام علی خان است و علی احمد بود. ای کمپانی از یک کس به نام اکروس هم برازی ها ما HR دیتابیس را دیولپ میکنم. HR دیتابیس دیولپمنت است و یا را گفتیم که اینمی HR دیتابیس دیولپمنت که است تقریبا 5 ماه وقت میگیره. به ماه اول تاریخ اول ماه اول 2020 شروع میشه، به مای 5 تاریخ اول 2020 چی میشه؟ خلاص میشه. به مو شکل یک مشتری دیگه به نام محمد اسلام است که از کمپانی آریا است. برای اون ما وبسایت را دیزاین هم میکنیم، دیولپ هم میکنیم و هاست هم میکنیم و این را گفتیم که تقریبا پروژه شما 2 ماه وقت میگیره. خب اینا را ما میخواییم که در اینی برنامه کویک بوکس اضافه کنیم. به این شکل شما شاید با صدها پروژه دیگه روبرو شوین و این را اگر شما بخواین که در برنامه کویک بوکس اضافه کنین چه قسم میشه آل ما شما روی از گفت میزنیم. خب میم اول چی کار میکنیم؟ روی مشتری به نام علی احمد کلیک میکنم، بعد از میم در نیو کستومر و در اینجا اد جاب یا جابز کلیک میکنم و
وقتی که شما روی Add Job کلیک کردین، اولین کاری که میکنین اضافه کردن یا اضافه نمودن نام جاب است. صحیح است؟ در این قسمت چی میکنین؟ شما جاب نیم اضافه میکنین. ایره ما از این پروگرام اکسل میگیریم. نام پروژه یا جاب چیست؟ میگم که Quick Book Turning to Finance Staff است. ایره کپی کردم. آمدم ایره پست مینمایز کردم و ایره در این قسمتی بالا رایت کلیک پیست گفتم یا از کیبورد Control V کلیک کردم. به خاطر از اینکه وقت ضایع نشه من قبل از قبل یارو نوشته کردم. و معلومات دیگهش مکمل در اینجا پیش شما هست اگر متوجه شده باشین. ما دیگه کار نداریم، میایم مستقیم در بخش جاب انفورمیشن. در جاب انفورمیشن باز نوشته کرده جاب دسکریپشن، اونم معلومات ما چی میکنیم؟ در اینجا رایت کلیک میکنیم پیست میکنیم، اونم معلومات در اینجا نوشته میکنیم. نوی جاب چی رقم است؟ صحیح است؟ شما میتونید که اگر کمرشل است ایره انتخاب کنین یا residential ایر انتخاب میکنیم. ما میگم نه، من خودم چی میکنم؟ یک تایپی نوی تایپ چی میکنم؟ اضافه میکنم در اینجا. نوی تایپی که ای است در اینجا نیست، نوشته میکنم که نوی جاب چیست؟ ترنینگ است. میگم برزو اوکی کلیک کردم. خب جاب استیتس چه رقم است؟ این پروژه، اینمی پروژکت یا اینمی جاب که است؟ شما برای مشتری مشخص ایره شروع کردین، دپندنگ است، این پروگرس است، چه رقم است؟ شما وضع حالتش از یه انتخاب میکنید. مثلا ای دپندنگ است یا مثلا ای انجام شده یا این پروگرس است و یا کلوز شده ای پروژه یا نات اوارد، تنوز ای اوارد نشده برای. مثلا ما میگم که بیدار ای این پروگرس است، جریان داره ای پروژه، یا میگم که ای کلوز شده ای پروژه. این جاب که است کلوز شده که به این مشتری مشخص که به نام علی احمد بود ما انجام دادیم. خب استارت دیت از این پروژه چی بود؟ در اینجا استارتش که است اول 2020 است. ما آمدیم اینجا میگم که بیاید سپتامبر است، اینجا میگم جنوری انتخاب میکنم. جنوری اول 2020 بود و ختم میشود این پروژه ما، این جاب ما به فبروری اول 2020. فبروری اول 2020. خب یک پروژیکتید اند دیت است و یک اند دیت. پروژیکتید اند دیت به این معنی که شما که با خود تخمین کرده بودیم که اینمی پروژه ما چقدر وقت میگیره و به کدام تاریخ خلاص میشه. ما گفته بودیم که پروژه ما یک ماه وقت میگیره و به اینمی تاریخ چی میشه؟ خلاص میشه. و در حقیقت همی پروژه ما که از در تاریخ اول ماه دوم 2020 چی شد؟ خلاص شد. پس در اینجا end date و projected end date و end date اردوی شما یک انتخاب میکنم. به این معنی که ما اینمی تاریخ ما در نظر گرفته بودیم که باید پروژه ما خلاص شود، یعنی ترنینگ، و به می تاریخ چی شد؟ خلاص شد. اگر تفاوت داشته باشه میتونیم مثلا اول اینجا اول فبروری است، ما میگم اول فبروری رو ما گفته بودیم، مگم در 5 فبروری چی شد؟ خلاص شد. مثلا ما 5 فبروری انتخاب کردم، صحیح شد. بعد از اون ما اوکی کلیک میکنیم. شما دیدین که یک دانه جاب مشخص ما به اینمی مشتری که به نام علی احمد است ما اینجا چی کردیم؟ اد کردیم، اضافه کردیم. و در اینجا ای به شکل سب مشتری، مثلا ما شما که اکاونت جور میکنیم یک مین اکاونت بود و یک سب اکاونت بود، اینجا به شکل سب اینمی مشتری ما یا سب اکاونت اینمی مشتری چی میشه؟ اینجا ای اضافه میشه. خب میایم در بخش در مشتری دوم که به نام علی خان است، روی از این رایت کلیک میکنم. این دفعه از طریق از این اد جاب میگم، میخوام که به این مشتری جاب مشخصی که ما برای انجام میدیم یا انجام دادیم او را اضافه کنم. روی اد جاب کلیک میکنم. وقتی که ای را کلیک کردیم میام باز در پروگرام اکسل و نام پروژهش انتخاب میکنم، جابش انتخاب میکنم چیست؟ HR Database Development است و ای را کپی میکنم، در اینجا پیست کردم. باز آمدم در جاب انفورمیشن، در اینجا ای را چی کردم؟ پیست کردم. خود نوی جاب چیست؟ در اینجا میام اد نیو انتخاب میکنم، میگم که design and development است. بعد از او اوکی کلیک کردم. خب این پروژه چه رقم است؟ خلاص است، نمیگیم ای ان پروگرس است. خب تاریخ شروع از چیست؟ تاریخ شروعش اول 2020 بود، تاریخ ختمش اول ماه پنجم 2020 بود. 20 است. اینجا اومدم گفتم که این پروژه ما که است در جنوری اول چی شد؟ شروع شد. و ما گفته بودیم که باید ختم شوه در ماه پنجم، جنوری، فوریه، مارچ، اپریل، مه. در مه اول باید شوه خلاص شوه.
مگه متاسفانه بعضی مشکلات آمد، مثلا قرنطین شد، 3-4 ماه رخصت شد، این پروژه ما که است همچنان خلاص شد. با کدام ما میگم که جولای اولی خلاص شده. بعد از اوکی کلیک میکنم. وقتی که اوکی کلیک کردین شما ببینین در این مشتری هم یک جاب مشخص چی شد؟ اضافه شد. میم در بخش مشتری سوم ایرم رایت کلیک میکنم، ارد جاب میگم، ارد جاب کلیک کردین. بعد از میم در پروگرام اکسل جابی که برازی ما مثلا انجام دادیم یا انجام میدیم او رو انتخاب میکنم. مثلا اینمی بود جابی که برازی انجام دادیم یا پروژه از یا که است، نامش است وبسایت دیزاین اند دیولپمنت اند هاستینگ است. ایره کپی میکنم. بعد چی میکنم؟ میام در اینجا ایره پیست میکنم. ایره که پیست کردم فقط بجای اینمی اند که است یک کامه میتونم، بخاطر از یک دو دفعه اند آمده، بعد از سپیس اند هاستینگ. پس میام در جاب انفورمیشن اونمو را مکمل ببخشیم، اونمو رو مکمل کاپی میکنم و در اینجا پیستش میکنم در جاب دسکریپشن. نوی جاب ازی تایپی جاب تایپ که هسته ام دیزاین این دیولپمنت هسته. جاب ما چه قسم هسته؟ مثلا ای کلوز شده ای جاب ما، سعیستی مکمل خلاص شده یا اوارد گفتیم یا کلوز شده میگم. خب تاریخ استارت ازی که هسته مای دوم تاریخ ده هسته، یعنی فبروری ده آمدم اینجا. فبروری دا انتخاب میک فبروری تاریخ دا انتخاب کردم و ما گفته بودیم که پروژه ما در مای چهارم تاریخ دوم مای چهارم چه میشه خلاص میشه. اینجا ما میگم که جنوری فبروری مارچ اپریل این پروژه ما گفته بودیم که در تاریخ دای اپریل باید خلاص شوه و دقیقا ما قسم شد که در تاریخ دای مای اپریل چی شد؟ ای خلاص شده و این پروژه فعلا چیست؟ کلوز است. بعد از اوکی کلیک میکنم. دوستا شما دیدین که ما با سه دانه مشتری که در بخشی در سکشن مشتری هم رای ما بود یا در کستومر سنتر هم رای ما بود، بر از سه دانه جابای مختلف ما چی کردیم؟ ارد کردیم یا اضافه کردیم. به می شکل شما میتونین جابای مختلف شما در برنامه کویک بوکس به هر مشتری اضافه کنیم. ای بود بخشی دوم درس روزی هفتم برنامه کویک بوکس.